اگر دلت یه سیر ترشی 7 ساله خوشمزه میخواد اما در دسترست نیست و نمیتونی تا 7 سال دیگه هم صبر کنی، حتما این سیر ترشی رو امتحان کن که مطمئنم خوشت میاد. همراهان لیدیز کوک سلام. اول از همه بهتره که سیر خشک انتخاب کنین و بعد تمیزش کنین، پوست اضافه‌اش رو بگیرین و دقت کنین که حبه‌ها از هم جدا نشن. بشورین و بعد بذارین روی دستمال آشپزخونه به مدت 1 روز تا خشک بشه. به هیچ وجه نباید قطره ای آب روی سیرها باشه. بعد هم روش رو سرکه بریزین، شیره انگور یا خرما رو اضافه کنید، نمک و شکر رو هم بریزین و مخلوطش کنید. میتونین از مقدار ربع انار شیرین هم استفاده کنید تا رنگ سیر ترشیتون تیره تر بشه، اما من ربع انار نریختم. بعد بذارینش روی شعله و وقتی شروع به جوشیدن کرد شعله رو کم کنین و بذارین به مدت 15 دقیقه بجوشه و بعد از 15 دقیقه از روی شعله بردارین، بذارین 1 روز داخل همین سرکه بمونه و بعد از 1 روز داخل یک شیشه خشک و تمیز و استریل بریزین تا لب به لب شیشه رو هم با سرکه پر کنید و بعد هم درش رو با یک نایلون فریزر محکم ببندین و به مدت 10 روز در یک جای گرم و تاریک اجازه بدین تا سیر ترشی شما آماده بشه. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین و کانال لیدیز کوک رو سابسکرایب کنین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنین و با دیگران به اشتراک بذارین. برای دیدن ما بقیه ویدیوها حتما به کانال لیدیز کوک سر بزنید. ممنونم.